سلام به همراهان همیشگی روزنامه سرخابی. امروز پنجشنبه 21 اردیبهشت ماه در 819مین شماره خبرهای داغ فوتبال ایران طی 24 ساعت گذشته رو با هم مرور میکنیم. ساپینتو به باشگاه استقلال لیست داد. کریمی و حسین زاده بمب‌های تابستانی آبی ها. با اعلام حجت کریمی سرپرست باشگاه استقلال، به زودی از سوی این باشگاه علی کریمی و امیر حسین حسینزاده، دو بازیکن سابق استقلال که همکنون در تیم‌های خارجی توپ می‌زنند، از بازیکن‌های مورد علاقه ریکاردو ساپینتو برای فصل جدید معرفی شدند و مذاکرات برای بازگشت دوباره اونها به استقلال آغاز شده. اشتیاق سعودی‌ها برای انتقال ستاره ایرانی. پیراهن الهلال بر تن طارمی رفت. به نظر میرسه هوادارهای الهلال تمایل شدیدی به انتقال مهدی طارمی به تیمشون دارن. حتی به تازگی یکی از رسانه‌های عربستانی هم ترکیب جدید الهلال با حضور طارمی، مسی، ادن آزار و سرخیو بوسکت رو منتشر کرده بود. حالا هم تصویری جالب از مهاجم تیم ملی ایران در لباس الهلال طراحی شده که احتمال انتقال این مهاجم به باشگاه عربستانی رو در انتهای فصل افزایش میده. طارمی بین بهترین گلزنان لیگ قهرمانان. با وجود حذف زودهنگام پورتو، نام ستاره ایرانی پورتو در جمع برترین گلزنای لیگ قهرمانان اروپا دیده میشه. طارمی که نتونست همراه پورتو از صد اینتر میلان عبور کنه و در مرحله 1/8 نهایی از دور این رقابت‌ها کنار رفت، در 5 مسابقه دور گروهی فوق‌العاده ظاهر شد و تونست مقابل بایر لورکوزن 2 گل، در مساف کلوب بروژ بلژیک 2 گل و در جدال با اتلتیکو مادرید اسپانیا هم 1 گل دیگه به ثمر برسونه. اولویت دو ستاره مد نظر پرسپولیس. شجاع خلیلزاده و محمد حسین کنعانی زادگان برای نقل و انتقالات تابستانی 1402 از ایران پیشنهاد بازی دارند، اما اولویتشون ادامه حضور در فوتبال قطره. شجاع 33 ساله شده و کنعانی زادگان هم 29 سال داره. به همین دلیل و طبق گفته نزدیکانشون، اونا حداقل یکی دو فصل دیگه تو قطر میمونن و فعلا به بازگشت به پرسپولیس فکر نمی‌کنن. پرونده مارک ویلموتس بالاخره بسته شد. مدیر کمیته بین الملل فدراسیون فوتبال از تایید نهایی فیفا برای پرداخت بدهی ویلموتس خبر داد. علی تارقلی زاده در همین خصوص گفت تعهدات مربوط به پرداخت به مارک ویلموتس انجام شده. بر این اساس هم فیفا و هم فدراسیون فوتبال ایران این فرایند رو پذیرفتند.